اول قرنتیان فصل دهم. ای برادران، نمی خواهم از آن چه برای اجداد ما واقع شد بی خبر باشید. درست است که همه آنها در زیر سایه ابر بودند و همه از دریا عبور کردند و همه به عنوان پیروان موسی در ابر و دریا تعمید گرفتند و همه از یک نان روحانی می خوردند و از آب روحانی می نوشیدند، زیرا از صخره روحانی که ایشان را دنبال می کرد می نوشیدند و آن صخره مسیح بود. ولی با وجود این، خدا از اکثر آنان خوشنود نبود و به این سبب جسدهای آنها در سر تا سر بیابان پراگنده شد. اما این چیزها برای ایشان واقع شد تا برای ما عبرت باشد، تا ما مانند آنها آرزوی چیزهای بد نکنیم. مثلا مانند بعضی از آنها بت‌پرست نباشید، چنان که نوشته شده است: قوم اسرائیل نشستند تا بخورند و بنوشند و برخواستند تا با لح و لهب بپردازند. مرتکب گناهان جنسی نشویم چنان که بعضی از آنها مرتکب شدند و در عرض یک روز 23,000 نفر از آنان مردند. خداوند را امتحان نکنیم، و طوری که بعضی از ایشان امتحان کردند و به وسیله مارها هلاک گردیدند. بر ضد خداوند شکایت نکنیم، چنان که بعضی از آنها کردند و به دست فرشته مرگ نابود شدند. همه این واقعات به عنوان نمونه بر سر آنان آمد و برای تربیت ما به عنوان عبرت نوشته شد، زیرا ما در زمانهای آخر زندگی می کنیم. بنابراین هر کس که گمان می کند استوار است، متوجه باشد که سقوط نکند. وسوسه هایی که شما به آن روبرو می شوید وسوسه هایی است که برای تمام مردم پیش می آید، اما خدا به وعده های خود وفا می کند و نمی گذارد شما بیش از حد توانایی خود وسوسه شوید. امرا با هر وسوسه خداوند راهی هم برای فرار از آن فراهم می کند تا بتوانید در مقابل آن پایداری کنید. پس ای برادران، در مقابل بت‌پرستی استادگی کنید. روی سخن من با شما، یعنی با روشن فکران است. درباره آن چی می گویم خودتان قضاوت کنید. آیا نوشیدن پیاله پر از برکت که خدا را برای آن سپاس می گوییم شرکت در خون مسیح نیست؟ و آیا وقتی نان را پاره کرده می خوریم آیا شرکت در بدن مسیح نیست؟ همان طوری که یک نان وجود دارد، ما نیز اگرچه بسیاریم یک بدن هستیم، زیرا همه ما در خوردن یک نان شریک هستیم. درباره آن چه قوم اسرائیل کرد فکر کنید. آیا خورندگان قربانی ها در خدمت قربانگاه شریک نیستند؟ پس مقصد من چیست؟ آیا این که خوراکی که به بت تقدیم می شود ما فوق خوراک های معمولی است و یا خود بت چیزی غیر از یک بت است؟ نه خیر، بلکه مقصد این است که بت پرستان آن چرا قربانی می کنند به شیاطین تقدیم می نمایند، نه به خدا. و من نمی خواهم شما با شیاطین شریک باشید. شما نمی توانید هم از پیاله خداوند و هم از پیاله شیاطین بنوشید، و شما نمی توانید هم بر سر دسترخوان خداوند و هم دسترخوان شیاطین بنشینید. آیا می خواهیم خشم خداوند را برانگیزیم؟ آیا ما از او قوی تر هستیم؟ می گویید در انجام هر کار آزاد هستیم. درست است، اما هر کار برای ما صلاح نیست. همان طور که می گویید در انجام هر کار آزاد هستیم، اما هر کار مفید نیست. هیچ کس در فکر نفع خود نباشد،
بلکه در فکر نفع دیگران باشد، برای این که وجدان شما آسوده باشد. گوشت را که در بازار فروخته می شود بدون چون و چرا بخورید، زیرا زمین و هر آنچی در آن است از خداوند است. و اگر شخص بی ایمان شما را به خانه خود دعوت کند و می خواهید بروید، هر غذایی که پیش شما گذاشت بخورید و برای راحتی وجدانتان لازم نیست درباره آن چیزی بپرسید. اما اگر او به شما بگوید این گوشت گوشت قربانی است، به خاطر آن کسی که شما را آگاه ساخت و به خاطر وجدان آن غذا را نخورید. مقصد من وجدان شما نیست بلکه وجدان آن شخص. ولی شما خواهید گفت چرا طرز قضاوت دیگران آزادی عمل مرا محدود سازد؟ اگر من خوراک خود را با شکرگزاری می خورم، دیگر چرا باید برای آنچه شکرگزاری کردم مورد انتقاد قرار بگیرم؟ هرچی می کنید، خواه خوردن، خواه نوشیدن و یا هر کار دیگر می کنید، همه را برای جلال خدا انجام دهید. یهودیان یا یونانیان یا کلیسای خدا را نرنجانید. همان کاری را بکنید که من می کنم. من کوشش می کنم تمام مردم را در هر امر خوشنود سازم و در فکر خود نیستم، بلکه در فکر فایده بسیاری هستم تا ایشان نجات یابند.